جو بایدن مردی بود که با غم و اندوه زندگی کرد، در مکتب هم نمرات خوب نداشت، حتی یک بار اخراج شده بود. در 30 سالگی خانم و دخترش را هنگامی که برای خریداری جشن سال نو رفته بودند، در یک حادثه ترافیکی از دست داد. وای چندین مراتب قصد خودکشی کرد، اما مجبور بود از پسر زنده اش حمایت و سرپرستی کند. در سال 2015 همان پسر 46 ساله اش به سرطان مبتلا شد و سرانجام فوت کرد. وای سخت کوشید، درس خوان، کار و مبارزه کرد و سرانجام امروز رسما به صفت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تعیین گردید. او شخصیت آزادی خواه، دموکرات و مخالف نجات پرستی است. در پیام امروزیش اتحاد و روابط انسانها را ضامن رشد و تکامل بشریت خطاب کرد. رؤسای جمهور ازبق ایالات متحده امریکا به استثنای دونالد ترامپ، هر یک رئیس جمهور باراک اوباما و خانمشان میشل اوباما، رئیس جمهور جورج دبلیو بوش و خانمشان لورا بوش، رئیس جمهور بیل کلینتون و خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، در مراسم تحلیف 59 رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا آقای جو بایدن به تاریخ 20 جنوری سال 2021 شرکت نموده بودند. وای در نخستین ساعات حضور خود در کاخ سفید 17 فرمان اجرایی را امضا کرد. بازگشت امریکا به معاهده اقلیمی پاریس و لغو فرمان محدودیت سفر شهروندان شماری از کشورهای اسلامی نیز شامل این فرمان ها می شوند. گفته می شود 9 فرمان اجرایی امضا شده توسط جو بایدن برای تغییر تصمیم های دولت گذشته امریکا بوده است.